تصور میکنیم یکی از میلیاردرهای دنیاییم که اولین مشکلمون از اینجا شروع میشه که باید خیلی مالیات بدیم، چون هم سرمایه و هم درآمد خیلی زیادی داریم. سر سال مثلا میبینیم باید میلیون ها دلار مالیات بدیم، اما راضی نیستیم، دوست نداریم این پول رو بدیم. چیکار باید بکنیم؟ چیکار باید بکنیم که درآمد امسالمون رو پنهان کنیم و این همه پول مالیات ندیم؟ میتونیم با اون پول بریم یه دونه یات بخریم. اما خیلی از میلیاردرهای دنیا میگن خریدن یک همچین چیزی احمقانه است. آمریکایی‌ها دو تا نکته دارن. میگن یکی از خوشحال کننده ترین روزهای یک میلیاردر روزیه که یک یات میخره و دومین روزی که خوشحاله روزیه که اون یات رو میفروشه. چون میگن بزرگترین دردسری که میتونیم برای خودمون درست کنیم خریدن یک یاته. مثلا شخصی مثل بیل گیتس یات نخریده و نمیخره، بهترین یات دنیا رو یه هفته اجاره میکنه و بعدش پس میده به صاحبش، دیگه نگران هیچی هم نیست. مثلا در سال 2014 بیل گیتس دقیقا همین کارو کرد. اون یات سیرین رو یک هفته اجاره کرد برای 5 میلیون دلار. یات سیرین رو هم که باید بدونی مال بن سلمانه که ویدیوی اونم ساختم. خلاصه میلیاردرها میگن هر کی یات بخره خنگه. حالا بگذریم بریم سر این که پولمون رو چطوری پنهان کنیم که مالیات کلون ندیم. زمین و خونه هم که نمیتونیم بخریم، چون اونا هم مالیات داره. سهام و رمزارز و اینجور چیزا هم میتونی بخری ولی نمیتونی پنهان کنی. پس باید چیکار کنی؟ باید بریم سراغ فاین آرت که اگر به فارسی ترجمهش کنیم میشه هنرهای زیبا و بیشتر این عنوان رو برای نقاشی‌های گرون قیمت به کار میبرن. این نقاشی‌های گرون قیمت یک راه درروییه که میلیاردرها با خریدن اونها درآمدشون رو یه جوری کم نشون میدن. شاید بگید که اداره مالیات میگه که شما غلط کردین رفتین نقاشی خریدید، باید مالیات ما رو بدی. خب باید چیکار کنه که قانونی رو هم زیر پا نذاشته باشه؟ باید برید یه همچین جایی، گالری ساتبیز، یک محل فروش هنرهای آنچنانی که هر کسی رو هم توش راه نمیدن و باید اونجا نشون بدی که توان خرید داری. برای همین میلیاردرها اونجا فراوون میرن. تو این گالری هم هنرهای قدیمی میاد هم هنرهای جدید. قدیمی‌ها که مشخصه همشون گرون قیمته، اما جدیدا رو قیمتشو گرون میکنن. چجوری؟ طوری مهندسی میکنن که وقتی حراجی برگزار میشه این قیمت مثلا تا 70 میلیون دلار بره بالا، در صورتی که در دنیای واقعی چه هنری تو این بکار رفته که اینقدر بخواد ارزش داشته باشه؟ میلیاردرها تو این بازار چند تا هدف دارن. یکی اینه که میخوان از زیر مالیات در برن، یکی دیگه چشم و هم چشمیه. میخوان جلوی میلیاردرهای دیگه پوز بدن و بگن این اثر بی‌نظیر مال ماست. این همه پول بالای این اثرها میدن، حالا کجا نگهش میدارن؟ چون عقل میگه که اینا باید جای باشه که امن باشه. برای همین اینا این اثرها رو میخرن و میفرستنش به یک بانک‌های مخصوص، بانک‌هایی به نام فریپورت که یه جورایی مثل بانک‌های سوئیسی سابق بود. البته قبل از اینکه IRS اداره مالیات آمریکا بانک‌های سوئیسی رو تحت فشار قرار بده. باید بدونید که تا قبل از اون سرمایه‌دارهای مختلف پول‌هاشون رو می‌بردن تو بانک‌های سوئیس و بانک‌های سوئیس هم شهرتشون این بود که راز نگه دارن و گزارش مشتری‌هاشون رو به هیچ دولتی نمیدن، که نمونه‌اش رو تو فیلم گوری وال استریت دیدیم که اونا می‌خواستن پول‌هاشون رو ببرن سوئیس. اما IRS اومد کار اینا رو خراب کرد. به بانک‌ها گفت هر کسی اینجا حساب داره من گزارشش رو خواستم باید بهم بدی، و اونا دیگه از حالت مخفیانه اومدن بیرون. اما فریپورت‌ها که آثار هنری رو نگه می‌دارن هنوز مخفی‌اند و معلوم نیست که اونجا کی چی داره. شاید چون پول نیست IRS بهشون گیر نمیده. البته شاید در آینده بیان سراغشون. جالب اینه که بزرگترین فریپورت دنیا یعنی بانک‌های نگهدارنده اثرات هنری در ژنو سوئیس، که اسم این بزرگترینشون هم جنیو فریپورته. نمیدونیم اسمشو چی بذاریم. توی این انباری مخفی بیشتر از 100 میلیارد دلار آثار هنری خوابیده. صاحبان اموال در اینجا کاملا مخفی‌اند و هیچکس اسمشون رو نمیدونه بجز سران سازمان فریپورت. خلاصه اینجوری بگیم که یک نقاشی جدیدی که ممکنه 1000 دلار هم ارزش نداشته باشه اینجا میلیون میلیون بالاش پول بدن، چون این تونسته وارد گالری ساتبی بشه، چون دیگه تو این گالری قیمت سعودی میره بالا، چون اینطوری مهندسی شده. شاید بگید یعنی سر خریدارا کلا میذارن؟ نه، اونا هم خودشون دارن نف
میبرن، چون پولشون رو قشنگ میشورن، مالیات خیلی کمتری هم میدن، هیچ ضرری هم نمیکنن، چون همون اثر رو چند سال بعد وارد همون گالری میکنن و توی همون حراجی بالاتر و بالاتر هم به فروش میرسونن، اونم به یک میلیاردر دیگه که میخواد مالیات نده. البته بیشتر اینا نقاشی رو برای فروش عرضه نمیکنن، بلکه سعی میکنن اهدا کنن، اونم به یک موزه. چرا میخرن؟ چرا نگه میدارن؟ چرا اهدا میکنن؟ یک میلیاردر موقعی که همچین اثری رو اهدا میکنه که توی اون سال مثلا 500 میلیون دلار درآمد داشته، باید بدونید وقتی اهدا میکنی اون پول از مالیات معاف میشه. چطوری؟ مثلا یک ارزیاب استخدام میکنن که معمولا آشناست و میگن روی این اثر هنری قیمت بذار. پشت پرده نمیدونیم چه معامله‌ای میشه، اما اون ارزیاب میگه این نقاشی 100 میلیون دلار میارزه، و وقتی اون 100 میلیون دلار اهدا میشه به یک موزه، آخر سال مالیات درآمدش رو که میخواد بده میگه 100 میلیون دلار هم اینجا اهدا کردم، که خیلی مالیاتش رو میاره پایین. پس برای اینه که یک نقاشی به ظاهرم مسخره است، میلیون ها پول میدن، نگه میدارن تا روزی که بخوان اینجوری استفادهش کنن. کلن اهدا کردن یک روش مالیات ندادن هم هست و تو آمریکا اصلا رواج داره. مثلا یه آدم معمولی هم که قرار سر سال 10,000 دلار مالیات بده، یک ماشین قدیمی رو که 1,000 دلار هم نمیخرن اهدا میکنه و میتونه 30% مالیاتش رو کمک کنه. شاید بگید اون ارزیاب مگه الکیه که بیاد یه نقاشی رو مثلا بالا قیمت بذاره؟ معلومه که آره، یه جورایی الکیه، چون یه چیز منحصر به فرد رو کی میتونه بگه که ارزونه یا گرونه؟ یه نقاشی که فقط یه دونه وجود داره، هر قیمتی که دوست داره میتونی روش بذاری، مخصوصا قیمتی که توسط یک ارزیاب تایید میشه. پس فهمیدیم که خریدن این آثار هنری مثل یک قلک میمونه برای سرمایه‌دارهای بزرگ دنیا. اینها رو توی بانک فری ریپورت نگهداری میکنن تا روزی که بخوان ازش یک استفاده کلون ببرن. حالا یه موقع هم هست که موضوع مالیات مطرح نیست، یک میلیاردر کلی از این آثار هنری داره و حالا به پول احتیاج داره و میخواد یه دونه از اینا رو بفروشه، اون موقع چیکار میکنه؟ اون موقع گالری های رده بالا مثل گالری ساتبی کمکش میکنن. اونا طوری تبلیغ میکنن که تمام میلیاردرها دیوونه میشن و یه جورایی به خاطر چشم و همچشمی و روکم کنی هر کدومشون میخوان صاحب این اثر بشن. برای همین الکی قیمت میره بالا و بالا. یه چیز دیگه هم که این گالری ها خیلی مراعات میکنن، اسم و رسم فروشنده کاملا محرمانه است و هیچ کس نمیدونه که صاحب این اثر در اصل کیه. برای همین این گالری ها میتونن خیلی راحت آدم های مختلف رو بیارن اینجا و اونا با میلیاردرهای واقعی شروع کنن بیت زدن و قیمت رو الکی ببرن بالاتر. حالا شاید بگید گالری چرا این کار رو میکنه؟ چه سودی میبره؟ وقتی یک اثر با ارزش یک قیمت بالای فروخته میشه، اسم اون گالری هم تو دنیا میترکه که مثلا فلان گالری نقاشی رو فروخته به این مبلغ، و تازه وقتی بالاتر فروخته میشه کمیسیون بیشتری هم گیر گالری میاد. یعنی یه جورایی همه دست رو دست هم دادن که سرمایه دار مالیاتش کم بشه. این وسط یه سری هنرمندا هم هستن که موفق میشن آثارشون رو وارد این گالری ها کنن و در اون صورت پول خوبی هم گیرشون میاد. یعنی در اصل هر کسی تو این گالری ها رفت و آمد داره و خود گالری دستشون تو دست همه، همشون برنده هم. جدیدن ساعت های فوق لاکچری و گرون قیمت هم دارن وارد این گالری ها میشن و همش هم به خاطر همون اهدافیه که گفتیم. مثلا ساعت سازی جیکو بانکو که هر ساعتی که میسازه بالای 500,000 دلار قیمت داره، بیشتر توسط همین گالری ها خرید و فروش میشه. یه کار دیگه ای که این آثار برای سرمایه‌دارها انجام میدن، وثیقه وام گرفتنشون. مثلا میرن به بانکشون میگن من یک نقاشی 50,000,000 دلاری دارم در فریپورت ژنو و 50,000,000 وام میخوام. بانک هم میبینه وقتی یک همچین اثری پشت وام هست، 50,000,000 دلار رو پرداخت میکنه. پس متوجه شدیم که چرا یک همچین اثری 450,000,000 دلار فروش رفته. البته این یک چیز استثنائیه، چون کار لئوناردو داوینچیه. اما مثلا این اثر رو نگاه کنیم، یک نقاشی کار برایس ماردن به نام کامپلمنت که در سال 2004 کشیدتش. این در حراجی 2019 ساتبی، شاید باور نکنید 31,000,000 دلار فروش رفت. شما چند تا ماژیک بده دست یک بچه 4 ساله، یک کاغذ هم بهش بده، بری برگردی اینو برای
سرت کشیده. البته شاید تو کار این یه هنریه که ما نمیدونیم. ممنون که تا اینجا همراهمون بودید. لطفاً ویدیو رو لایک کنید تا ما هم بریم جزو این ثروتمندا بشیم، 4 تا تابلو خرید و فروش کنیم ببینیم چه مزه‌ایه. تا ویدیوهای بعد، بدرود.